درگیری باشندگان محل خوجغار با مدیر استخبارات طالبان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. درگیری باشندگان خوجه غار تخار با مدیر استخبارات طالبان. باشندگان مرکز ولسوالی خوجه غار تخار با طالبان درگیر شدند. منابع محلی در ولایت تخار می گویند که میان باشندگان مرکز ولسوالی خوجه غار این ولایت و مولوی شاه محمود مدیر استخبارات طالبان در این ولسوالی درگیری رخ داده است. منابع مردمی بر روزنامه اطلاعات روز میگویند که این درگیری امروز جمعه 26 حمل پس از نماز جمعه رخ داده است. با گفته منابع درگیری در حال آغاز شده است که مدیر استخبارات طالبان زمین مربوط به یک کلینیک حیوانی و یک چاه حمیق را غصب کرده و قصد اعمار خانه را داشت. طبق گفته های منابع، این اقدام مولوی شاه محمود واکنش مردم محل را در پی داشته و و درگیری انجامیده هست. یکی از منابع به اطلاعات روز گفت که در نتیجه پرتاب سنگ و خشت از سوی مردم، دست کم 6 تن از افراد مولوی شاه محمود زخمی شده اند. او گفت که نیروهای طالبان اقدام به فرهای اوایی کردند، اما به مردم هیچ آسیبی نرسیده است. با این حال منبع گفت که قرار هست فردا شنبه یک گرد همایی بزرگ مردمی در مرکز ولسوالی خوجه غار شکل بگیرد. مسئولان محلی طالبان در تخار تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده اند. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی خبرگزاری رها، در بمباران جنگنده های پاکستانی دست کم 40 تن در شرق کشور کشته شدند. مقام‌های محلی طالبان در ولایات خوست و کنر هم اکنون تایید کرده اند که جنگنده‌های پاکستانی بامداد امروز شنبه 27 حمل حملیاتی را در مناطق مرزی را اندوزی کردند. در همین حال، منابع مردمی می‌گویند که دست کم 33 تن از اعضای دو خانواده در بمباران جنگنده های پاکستانی کشته شدند. باشندگان ولسوالی شالتان در ولایت کنر نیز میگویند که در بمباران جنگنده های پاکستانی 5 کودک و 1 خانم در این ولسوالی کشته شدند. رسانه های پاکستانی گزارش کرده اند که جنگنده های این کشور مواضع تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر و خوست را هدف قرار داده اند. مقام های پاکستانی هماره ادعا کرده اند که تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناهگاه دارد. در همین حال، روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: پاکستان کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد. وزارت خارجه پاکستان احمد شکیب کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده است. وزارت خارجه پاکستان امروز شنبه 27 حمل در خبرنامه گفته است که احمد شکیب کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد را در پیوند به حمله بیرون مرزی احضار کرده است. رسانه های پاکستانی روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داده بودند که در حمله تحریک طالبان پاکستانی 7 تن از سربازان این کشور در وزیرستان شمالی کشته شدند.
وزارت خارجه پاکستان در این خبرنامه از افزایش تحریکات طالبان پاکستانی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این خبرنامه، وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که تیراندازی تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان صورت گرفته و از این رو خواستار برخورد قاطی یا عاملان این قضیه شده است. وزارت خارجه پاکستان از کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد خواسته است تا از کابل بخواهد تماس‌های دو جانبه را برای جلوگیری از چنین حوادث افزایش دهد. وزارت خارجه پاکستان در حال کاردار سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار می‌کند که بامداد امروز نیروهای هوایی پاکستانی بخش‌هایی از ولایت‌های خوست و کنر را بمباران کردند. گزارش‌ها از خوست و کنر حاکی از آن است که در نتیجه این بمباردمان‌ها 30 تن در خوست به شمول زنان و کودکان و 4 کودک و 1 زن در کنر کشته شده اند. گفتنی هست که پاکستان از چندین سال به این سو هراسگاه بخش‌های از مناطق شرقی افغانستان را راکت باران می کند که بیشتر مواقع از غیر نظامیان قربانی می گیرد. در همین حال وزیر خارجه پاکستان: طالبان آماده کاهش خشونت هست. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که گروه طالبان آماده کاهش خشونت هست. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک پیام ویدیویی که روز پنجشنبه 26 جدی از سوی دفترش نشر شده گفته است طالبان به تقاضای کاهش خشونت موافقت کرده اند. گروه طالبان اما تاکنون به صورت رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است. با این حال در پیام شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان آمده است طالبان برای تقاضای کاهش خشونت ابراز آمادگی کرده اند و من فکر می کنم این تصمیم باعث برداشتن یک گام به سوی معاهده صلح است. پاکستان در این زمینه مسئولیتی را که به عهده داشت انجام داده است. وزیر خارجه پاکستان اما در مورد چگونگی کاهش خشونت جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. شاه محمود قریشی اما ابراز خوشبینی کرده که این اقدام گامی در جهت یک توافقنامه صلح باشد. او گفته است که تامین صلح در افغانستان به نفع پاکستان نیز هست. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.